در این برنامه ژاپن در جهان می‌خواهیم ببینیم چرا معماران ژاپنی در سراسر جهان شناخته شده هستند. مثلا در فرانسه، در نزدیکی شهر پاریس هستیم. این ساختمان مشرف به رودخانه سن، لسن موزیکال نام دارد. لسن موزیکال سالن کنسرت با معماری نوآورانه در غرب پاریس قرار دارد. این ساختمان حاصل کار مشترک شیگرو بان، معمار برجسته ژاپنی و ژان داگستین فرانسوی بر اساس طرحی است که دیگر معمار فرانسوی ژان نوول برای تمام منطقه تهیه کرده است. شیگرو بان، معمار سرشناس ژاپنی، در سال 2014 میلادی برنده جایزه معماری پریتزکر شد که جایزه معتبر در حوزه معماری مدرن است. معمار ژاپنی به خاطر استفاده از لوله‌های مقوایی برای ساخت سری سرپناه پس از بلایای طبیعی شهرت دارد. ساختمان بتونی را زلزله به راحتی خراب می‌کند، اما ساختمان چوبی می‌تواند در برابر زلزله مقاومت کند. بنابراین مقاومت و دوام ساختمان به استحکام ماده‌ای که در ساختمان به کار برده می‌شود هیچ ربطی ندارد. سقف این ساختمان با نور رنگش تغییر می‌کند. در ساختمان از سنت ژاپنی سقف‌های سفالی الهام گرفته شده. من دوست دارم تا جایی که می شود از مواد محلی استفاده کنم و با مهندسان و سازندگان محلی کار کنم. اینجا سالن کنسرت برای موسیقی کلاسیک و جاز است. این هم سن بزرگ برای موسیقی که با تقویت کننده و آمپلیفایر پخش می شود. نمای بیرون ساختمان از جنس بتون است. ما را اغلب به کشتی روی رودخانه سن با بادبانهای پوشیده از پنل‌های خورشیدی تشبیه می‌کنند. در داخل پنجره‌ها بیش از همه جلب توجه می‌کند. منظورم این است که آن که در داخل است دائما نظرش به سمت بیرون هدایت می‌شود. کل این منطقه نماد قدرت صنعتی فرانسه در دهه 1950 میلادی بود. کارخانه خودروسازی رنو در اینجا قرار داشت. شیگرو بان در نو کردن این منطقه موفق شده گذشته صنعتی‌اش را حفظ کند. فیگارو رو می‌خواندم، دیدم نوشته بود این سالن کنسرت راحت‌ترین سالن کنسرت پاریس است. این یکی از بهترین تعریف‌ها از کار من بود که جایی خوانده باشم. به شهر مونپلیه می‌رویم. آثاری از معماران مشهور مثل زها حدید بریتانیایی و ریکاردو بوفیل اسپانیایی در این شهر در جنوب فرانسه قرار دارد. اولین معمار ژاپنی 4 سال پیش به شهر مونپلیه آمد. او سوفوجیموتو نام داشت که یکی از معماران سرشناس ژاپنی است. سوفوجیموتو با طرحی کاملا بدی و نو به این شهر آمده. باور نکردنی است. با هم ببینیم. این ساختمان در حال ساخت قرار است در سال 2018 میلادی پس از اتمام به این شکل باشد. این برج شامل 200 بالکن است. یک سوم فضای هر آپارتمان را بالکن تشکیل می‌دهد. در پشت بام آن هم قرار است یک رستوران با چشم‌اندازی وسیع ساخته شود. این ساختمان مسکونی درخت سفید نام دارد و حاصل کار سوفوجیموتو و دو معمار جوان فرانسوی است. از بافت محلی الهام گرفته ایم. سعی کردیم ایده هایمان را تبدیل به این بالکن های بزرگ کنیم که به نظر می رسد پرواز می کنند و نوعی بازآفرینی سبک زندگی مونپلیه در معماری مدرن است. ۱۰۲ آپارتمان این برج طی چند هفته پیش فروش شدند. علت این موفقیت را از زبان یکی از 4 سرمایه گذار این طرح بشنویم. طراحی این ساختمان نشان می‌دهد که معماری چطور می‌تواند زندگی را تازه کند و راهی پیدا کند تا انسان پیله‌ای به دور خود بتند و بهتر زندگی کند. استفاده از چیزهای جدید و ایده‌های آوانگارد و همچنین کار کردن با نهایت ظرافت و دقت، ترکیب اینها باعث شده معماری ژاپنی تبدیل به سبک ویژه و منحصر به فردی شود. ساخت این برج از نظر اقتصادی هم سود داشته. طی 2 سال بیش از 100 شغل ایجاد شده و تأثیر مثبتی برای بنگاه‌های تجاری محلی داشته است. این باعث پیشرفت ما به سمت چیزهای جدید می شود. به مسابقات بزرگ در پاریس دعوت می شویم و برای ارائه دانش و مهارت‌هایمان فراسوی مونپلیه یک گام به جلو برمی داریم. این برنامه ژاپن در جهان به پایان رسید. در برنامه بعدی خواهیم دید ژاپن در اردوگاه های پناهندگان در اردن چه کمک هایی می کند.